نگاهی به سرخط مهمترین خبرهای 60 دقیقه تا اینجا. در بعضی شهرهای ایران فضا پرتنش بود، اما آرامتر از روزهای گذشته. خبر موثقی درباره برگزاری اعتراضات منتشر نشده و دی از مردم امروز در حمایت از حکومت به خیابان رفتند. لحظاتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که آمریکا قصد دارد اطلاعاتی را جمع‌آوری کند که بر اساس آن بتواند افراد و سازمان‌هایی را که در سرکوب معترضان در اعتراض‌های اخیر دست داشتند تحریم کند. جناح‌های حکومت در مقابل تندترین لایه‌های معترضان موضعی واحد گرفتند و تفاوتی عمده بین مواضع اصولگرایان و اصلاح طلبان در این مورد دیده نمی‌شود. مثل موضع دیشب مجمع روحانیون مبارز که به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران برگزار شد. فرمانده سپاه هم امروز برای اولین بار بعد از شروع اعتراضات سراسری لب به سخن گشود و این اعتراضات را فتنه 96 لقب داد و گفت پایان آن را اعلام می‌کند. اما خبر داد که سپاه در اصفهان، لرستان و همدان به طور محدود وارد عمل شد. هرچند سخنگوی سپاه پیش از آن گفته بود سپاه در این اعتراضات ورودی نداشته، اما هم جناح مخالف دولت روحانی و هم مسئولان دولتی قبول کردند که حکومت ایران در رسیدگی به مطالبات اقتصادی و بعضی از مطالبات سیاسی معترضان ناکام بوده. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مسئله مطالبات مردمی موضوع امروز نیست و از ابتدای انقلاب تا کنون هیچ دولتی نتوانسته با سیاست‌های خود مردم را راضی کند. بعضی از سیاستمداران پیشنهاد دادند که گام‌های مناسبی برای رضایت مردم برداشته شود. مثلا تغییر و تنظیم بودجه سال آینده کشور به نفع مردم. ولی هنوز زود است که بتوان گفت حکومت چقدر می‌خواهد و چقدر می‌تواند از غلیان نارضایتی‌های رو به انفجار جلوگیری کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. محمد رهبر روزنامه‌نگار به ما پیوسته. آقای رهبر، هزینه‌ها بالا میره به گفته آقای عبدی، اگر اجازه داده بشه این گونه تظاهرات به خشونت کشیده بشه، هزینه‌ای که نظام میده و هزینه‌ای که مردم میدن برای آینده خودشون. به عنوان یک کسی که سالیان سال بالاخره در ایران بوده، روزنامه نگار بوده و در جو سیاسی ایران حضور داشته، خدمتتون عرض میکنم که اصلاح طلبی بعد از حدود 20 سال حتی یک میلیمتر پیشرفت نکرده. ببینید، من سال 75 نیمه های دهه 70 روزنامه عصر ما رو میخوندم، هفته نامه ای، همین دوستان اصلاح طلب اونجا نشسته بودن و در مورد نظارت استثنایی نقدها و نقدها می نوشتن. بسیار خوب، اون نقدهایی که برای نظارت استثنایی نوشتن همچنان در همون عصر مایی که الان دیگه زرد شده برگه هاش هست. عصر ما بسته شد، مجاهدین انقلاب اسلامی منحل شدن، همچنان آقای جنتی هست، تیغ نظارت استثنایی هم برانتر هست و حتی یک میلیمتر ما پیشرفت نکردیم در این زمینه. و بدتر از اون این که کسانی رو به مجلس فرستادیم به خاطر اینکه آقای جنتی اینها رو تایید بکنه، که وقتی رفتم مجلس فهمیدیم اینا اصلاح طلب نبودن. یعنی این وضعیت اصلاح طلبی در ایران رو با همین وضعیت نظارت استثنایی میشود فهمید که به کجا رسیده. من اصلا کاری به این ماجرا ندارم. اصلا اصلاح طلبی یک روشی هم هستش که یک سری بهش اعتماد دارن، اعتقاد دارن و پیش میرن. من میخوام ببینم که اصلاح طلبان عزیز چرا یک بام و دو هوا میکنن. ببینید، یک عده‌ای هستن که ما بخوایم دوست داشته باشیم که نداشته باشیم، جمهوری اسلامی رو نمیخوان، قبول ندارن، نظام اسلامی رو نمیپسندن، احکام فقهی رو نمیخوان، یک حکومت سکولار میخوان. خب اینها باید چه کنن؟ اگر بهشون بخوایم مجوز بدیم، که من بعید میدونم اصلا هیچ وزارت کشوری در هیچ دولتی به اینها مجوز تظاهرات بده. و دیگر اینکه وقتی که اینها پاشون رو میذارن از خونه‌شون بیرون، این جرم محسوب میشه. یعنی اصلا در جمهوری اسلامی اصل تظاهرات پذیرفته نشده مگر اینکه حکومت خودش خواسته باشه. این ماجراهایی که در این چند روز ما داشتیم، اولش همه قبول دارن، احتمالاً میگن آقای علم الهدا به هر حال خواسته و ایشون خودش مجوزه. خب بعد از اون که آمدن دیگرانی به این جمع پیوستن و تظاهرات بزرگتری را انداختن و شعارهایی دادن که در مذاق حکومت و احتمالاً اصلاح طلبها به هر حال نمی‌نشست، حالا همه داد و بیداد کردن که این کاملا خلاف است و خشونت است. و نه آقا جان، شما مرجعیت تو در جامعه کم کم داری از دست میدی و مردم از
خواسته های شما رو دیگه نمیپسندن، حاضر نیستن دوباره بیان رأی بدن. البته و رأی مصادره همین چند ماه پیش بود که 24 میلیون نفر رأی دادند به آقای روحانی. ببین من هم جزو همونایی هستم که رأی دادم، ولی مسئله اینجاست که این رأی ها رو ما سال هاست بد داریم تعبیر میکنیم. بسیاری از این رأی ها رأی به تغییرات ساختاری هست، رأی به این نیستش که دوباره همینجور شما بودجه بنویسی حالا یه دفعه بذاری جلوی مردم. خب شما بودجه نوشتی آقای روحانی، همه حق و سهم تمام دستگاه های منتصب به رهبری رو هم دادی، بعد این رو منتشر کردی، مردم باید چه کنن؟ بگن نوش جانشون. خب میان بیرون اعتراض میکنن، بعد شما میگی غیر قانونیه. عرض بنده رو توجه داری؟ من فکر میکنم که اصلاح طلبها سیاست یک بام و دو هوایی دارن. اونجایی که مرجعیت اجتماعی رو دارند، اونجایی که شعارهایی که اونها میخوان بدن رو ملت میدن، میگن احسنت. وقتی که اینطور نیست میگن ما کنار کشیدیم، ما جزو اغلا هستیم، ما جزو روشنفکرین هستیم، ما جزو کسانی هستیم که حاضر نیستیم مملکت رو خشونت درش رخ بده. خب اگر اینها میومدن همون کارهای سال 88 رو میکردن برای اینکه در چارچوب مثلا همون شعارهای اصلاحی بود، آیا باز هم همین حرفا رو میزدیم؟ اما از طرف دیگر اصلاح طلبان به هر حال، اگر بخوام از طرف اونها صحبت بکنم، فقط در خصوص صحبت های معترضه شما، اونها میگن که خب به هر حال این یک راه خیلی بلند مدت و تدریجیه و روند به جلوه و در کوتاه مدت این تغییرات امکان پذیر نیست و انجام پذیر نیست. من فکر میکنم که دیگه واقعا این حرف زدن که راه طولانی مانده است، من این واقعا رو نمیپسندم. این مردمی که آمدن و شعار میدن یه ارزیابی 40 ساله دارن انجام میدن از اصلاح طلب و اصولگرا. 40 سال از انقلاب اسلامی میگذره و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چیز تغییر کرده و هیچ چیز تغییر نکرده. دیگه کی قرار هستش که شما نظارت استصوابی رو کمرنگ تر کنید؟ من نمیگم اصلا برش دارید، کمرنگ ترش کنید. این حرف بیراهی است. دیگه نمیتونیم ما مردم رو احاله بدیم به آینده. تمام منابع ایران از دست رفته و دیگه آینده ای وجود نداره که کسی بخواد اصلاحاتی رو در اون به نتیجه برسه. چرا به همین هایی که الان معترض هستن و شعارهای ساختار شکنانه میدن، چرا نمیان به اینها مجوز بدن و بعد ببینن خواستشون چی؟ اگر رفراندوم هست، اگر همه اینقدر مطمئن هستن که جمهوری اسلامی مطمئنا دوباره در یک رفراندوم رأی میاره، خب به رفراندوم بگذارن، ببینن که واقعا آیا ملت یک بار دیگر به جمهوری اسلامی رأی میدن، آیا ملت حاضر هستن که همین نظام اسلامی رو با همین مختصاتی که امروز داره بپذیرن یا نه. این خیلی کار رو محمد رهبر در ترونتهایم نروژ، متشکرم از صحبت با ما. این اعتراض ها از نظر پراکندگی جغرافیایی گسترده ترین بعد از انقلاب 57 هستند. در بعضی شهرها اعتراض ها به خشونت کشیده. گروهی انتقاد می کنند که اعتراض ها می توانست به صورت مسالمت آمیز برگزار شود. اما آیا این شهرها که نام بعضی از آنها کمتر در اخبار شنیده شده، در سالهای اخیر هیچ وقت محل برگزاری تجمع یا تظاهرات اعتراضی بودند؟ تحقیقات بی بی سی فارسی نشان می‌دهد که در 90% این شهرها در 6 ماه پیش تجمعات اعتراضی به دلایل مختلف برگزار شده. شهریار سیامی بیشتر توضیح می‌دهد. بر اساس خبرهای تایید شده در دست کم 55 شهر بزرگ و کوچک ایران اعتراض خیابونی انجام شده. بعضی به خشونت و تخریب اموال عمومی منجر شده و در این اعتراضات دست کم 21 نفر کشته شدند. مقام‌های ایران عامل اصلی این اعتراضات را دشمن خارجی و نفوذ بیگانگان معرفی کردند. هرچند بعضی هم جناح مقابل را به تحریک مردم متهم کردند. مثلا احمد میدری معاون وزیر کار گفته امروز در واقع خبرگزاری‌های راست ناراحتن که چرا در شهرها آشوب شده. خب چیزی رو دارین درو میکنین که خودتون تولید کردین. شما تو تورم 40% صداتون در نیومد. برای یه شوکی که روی تخم مرغ بود، الان خبرنگار داره از من سوال میکنه آقا تخم مرغ چند روز خریدی؟ من ازش سوال بکنم خانم شما نخود خریدین زمان احمدی نژاد؟ لوبیا خریدین؟ چرا اون موقع خبرگزاری فارسی چی منتشر نمیکرد؟ چرا تلویزیون اون موقع هیچی رو منتشر نمیکردین؟ 5 سال شبانه روز پمپاژ یأس کردین در جامعه و امروز برین جمع بکنید. شهرها با آشوب کشیده شده. جرقه رو کدوم امام جمعه زد؟ تحقیقات بی بی سی فارسی نشون میده در 6 ماه گذشته تقریبا در 90% این شهرها تجمعات اعتراضی انجام شده.
هرچند این تجمعات اعتراضی به دلایل مختلفی چند سالی در گوشه و کنار کشور برگزار میشه. بیشتر اعتراضا به حقوق کارگران، مال باختگان مؤسسات مالی، حقوق بازنشستگان و مشکل آب و آلودگی هوا بوده. مثل مشهد که اعتراضا اونجا شروع شد. همین تیر ماه آذر ماه امسال کارگران رینگسازی کاسپین در اعتراض به تعویق درخواست‌های صنفی مثل اضافه حقوق و مزایای دیگه تجمع کرده بودند. یا در درود، شهر صنعتی در استان لرستان که در این اعتراضا کشته هم داشته. شهریور کارگران سیمانسازی درود به تعطیلی بخشی از خط تولید و تعدیل نیرو اعتراض داشتند. ایزه که بعضی گفتن که حتی اسمشو نشنیدن، شهری در استان خوزستان، یکی از شهرهای تاریخی ایرانی که نامشو شاید بعضی به علت حکم قاضی پرونده بینیتا شنیده باشن. قاضی یکی از مجرمان رو به این شهر تبعید کرد و مردم هم به اعتراض به تخریب هویت این شهر مهما جلوی فرمانداری تجمع کردن. اعتراضای اخیر در این شهر هم به خشونت کشیده شد. فرماندار این شهر گفته بیشتر جوانای منطقه بیکار هستند و این یکی از علتهای این اتفاقاته. خمینی شهر و قهدریجان در استان اصفهان. خمینی شهر زادگاه اصغر فرهادی، یکی از موفق‌ترین کارگردان جهانه. در ماه‌های پیش هم شاهد اعتراض مالباختگان مؤسسه مالی سایمون حجج بوده و قهدریجان که بعضی برای اولین بار نام این شهر رو شنیدن، در نزدیکی اصفهان یکی از مناطق شهرستان فلاورجانه که بارها محل اعتراض به مشکل آب و خشکی زاینده رود بوده. اعتراضات اخیر در این شهر کشته هم داشته. توی سرکان شهری در استان همدان که تابستان محل اعتراض مالباختگان مؤسسه مالی سایمول ائمه بوده و آبان کارگران در جریان سفر وزیر کار و افتتاح ورزشگاه کارگران اعتراض کردند و گفتن ما ورزشگاه لازم نداریم، زن و بچه هم گرسنه هستند. اعتراضی به قطع شدن حق بیمه و نگرفتن حقوق. در ابهر شهری در استان زنجان، شهریور امسال مالباختگان مؤسسه مالی کاسپین تجمع کردند. و سرانجام شهر قم که در این اعتراض ها شعار رضا شاه رضا شاه روحت شاد شنیده شد، شاهی که مخالف قدرت و نفوذ روحانیان قم بود. مرداد امسال گروهی از میوه فروش های سیار به مرگ یکی از همکارانشون اعتراض کردند و مدعی بودند که این میوه فروش در برخورد با ماموران سد معبر شهرداری کشته شده و خواستار تحقیق بیشتر در این مورد بودند. بیشتر این شهرهای کوچک در سراسر ایران اخیرا محل تجمعات اعتراضی بودند، ولی هم به علت جمعیت کم و بعضی به دلیل دور بودن از مرکز مورد توجه رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها قرار نگرفتن و صدای اعتراضشون به گوش کسی نرسید یا اگرم رسید کسی به اون توجه نکرد. برمیگردیم به استودیو. متشکرم از شهریار سیامی. خبری همین لحظات پیش به دست ما رسیده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده که آمریکا قصد داره اطلاعاتی رو جمع‌آوری کنه که بتونه بر اساس اون افراد و سازمان‌هایی رو که در سرکوب معترضان در اعتراض‌های اخیر در ایران دست داشتن تحریم کنه. تکرار میکنم، خبرگزاری رویترز گزارش داده که آمریکا قصد داره کسانی که اعتراضات اخیر در ایران رو سرکوب کردن تحریم بکنه. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده. به محض اینکه خبرهای بیشتری به دست ما برسه اون رو با شما در میون خواهیم گذاشت. دونالد ترامپ توییت دیگه‌ای کرده بود امروز درباره اعتراضات، از این اعتراضات حمایت کرده بود و گفته بود که از برای مردم ایران که می‌خوان دولتشون را به گفته او از افراد فاسد پس بگیرند احترام قائل هست. میدونید که دیروز هم خانم هیلی، نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل در این باره صحبت کرده که ایران به صحبت‌های او هم اعتراض تندی نشون داد. اما نارامی‌های اخیر بر وضع بازار طلا و جواهر هم تأثیر داشته. احمد وفادار عضو هیئت امنای صنف طلا و جواهر ایران دلیلش رو خروج سرمایه‌های مردم از بانک‌ها و خرید طلا و دلار گفت، اعلام کرده. دلار آمریکا حالا بالای 4350 تومانه و قیمت بهار آزادی، هر یک سکه تمام بهار آزادی نزدیک 1.5 میلیون اعلام شده.